نکته ای که من قبل از بازداشت نمیدونستم و ای کاش که میدونستم این بود که سلول های انفرادی با دوربین های بسیار کوچیک و مخفی همیشه تحت نظارته. حدود 4 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز بودم که 98 روز از اون در سلول های انفرادی بود. گاهم بازجوها به چیزهای اشاره میکردن که نشون میداد اینا منو دارن میبینن، ولی باز فکر میکردم که دارن بلوف میزنن چون دوربین رو نمیتونستم پیدا بکنم. اگر اشتباه نکنم روز 74 بود که دیگه به یقین رسیدم که حتما در سلول دوربین هست. توی سلول شروع به قدم زدن کردم و بعد به در سلول نزدیک شدم و بدون اینکه در بزنم فقط با حرکت دستم نشون دادم که انگار در میزنم. 2 دقیقه نشده بود که نگهبان در رو باز کرد و پرسید چه تو بودی که در میزدی؟ رفتار فرد بازداشتی در سلول، حرکت‌های اون استرابی که از خودش نشون میده، در واقع یک اینپوت هست برای عملیات روانی که بازجوها برای شکستن اون اعمال میکنن و دانستن این که اونو میبینن نقش بسیار کلیدی داره در مقاومت فرد و مانیپوله کردن این عملیات روانی.